خلاصه این یک چیز بود که بر من واضح شد که اینا میگرفتن پول، اون افسر قبلی فاسد به رئیسم میداده. اون رئیس اول شد که قرض زدن، گفتم ببین قرمر نزنید به من که من تقاضا رو از جا میرم بیرون. پول میخواست ولی روش نمیشد بگه پول. ما که اهل این حرفا نبودیم که، اصلا مایه ننگ میدونستم من. و یه شبی دیگه گفتن یه آدم محترم مامورینم دلشون میخواست که من دست به این کار بزنم که دست اونام آزاد بشه، یواش یواش رئیس بیاد تو کار اینا، ما بشیم جزء حلقه فاسده. گفتیم زیر این بار من نمیرم. حقوق ما چقدر بود؟ 1200. یه شب دیگه گفتن این مرد محترمی شما رو دعوت کرده اینا. گفتم من جایی نمیرم ولی اونگی محترم بی. رفتیم اونجا و دیدیم یه میزی چیده به اندازه 100 نفر ودکا چیده روش، عرق مراقه. عرق مراقه بهترین ودکا ها بود که من دیدم تا به امروز. یه آقای ارمنی بود از سیب 2 ماه از سیب ودکا میگرفت، بقیهش دیگه کشمش بود، کشمش بود و بی اندازه گیرا بود، سکر عجیبی داشت و ما مشتری این بودیم دیگه. بعضی شبا میرفتیم یه تپه بود، یه سوراخی داشت که اونجا جایی که خواجه نصیرالدین اینا ستارگان رو نجوم میکرد، فقط یه چیز قارمانند بود، میچستیم به سلامتی خواجه میخوردیم و اینها. یه بویی ولی داشت که همون در پیک اول حس میشد دیگه حس نمیشد، فوق‌العاده بود. این عرق مراقه. ولی من اینجا که آمدم تا حالا 2 تا آبجو نخوردم. نمیدونم فضا چگونه است، فضای میخاری هم باید فضایی باشه، میدونی اینجا نیست اون فضا، ایداش نمی کنی دیگه. به طور کل دیگه من الکل مطلق عرض کنم خدمت شما که رفتیم منزل این آقا. من کتم رو در آوردم دادم به صابخونه آویزون که وقتی که تمام شد و یه ساعتی ما نشستیم و پاشون اومدیم، من دست کردم جمع فندک تا بدم در آوردم جمع یه مبلغ پول. آقایون ماموران کرکر میخندیدن و اینها، نشانه این که ممکنه که اینم فاسد بشه و بد نباشه اوضاع. گفتم این مرکه پول برای چی ما دارم؟ برگشتیم دادم پول رو به آقای سرپور، گفتم پولشه بره به مرد حسابی. چون من گفته یادم محترم این پیداش قاچاقچیه. از اینجور مسائل و مسائل عرض کنم که در مراغه بود. مراغه یک شهر کوچکی بود، بسیار آباد و حاصلخیز و در روزهای عاشورا هم قیامت میکردن که خواهم گفت. و از عجایب دیگر این که یک روسپی خانه هم از زمان هولاکو خان مغول اونجا بوده، هنوز هم سنتی بود، به نام دانادل که دندیل میگفتن و اونجا هم یه مرکز فسادی بود. از شبت که ولی بقیه شهر مردمان نجیب، بلوچستان‌های خوب و مردم بسیار خوب. فقط این داستان هروئین پخش شده بود در مراغه دیگه، بسیاری از مردم گرفتار شده بودند و کاری هم نمیشد کرد. کار نمیشد کرد که ما میگرفتیم، کسی میدیدیم. ما نماینده دادستان هم بودیم که شبانه روز میتوانستیم حتی از دیوار مردم بالا بریم و بررسی کنیم و بازرسی کنیم و اینها. خیلی اتفاقات عجیب افتاد که حالا من واردش واقعا نمیشم. روز عاشورا که شد، رئیس ما رو خواست گفت شما با مامورین مسئول فلان مسجد باشید. گفتیم باشه. ما رفتیم ساعت 6 صبح، گفتن اینا زود جمع شدن که داشتن چای میخوردن، آمده بودن آماده کارزار و داشتن چای میخوردن.
اومد چای خوردن، من نگاه کردم دیدم یه مش بچه یه چیزایی به گردنشون انداختن، بچه های کوچیک. اونجا تو صفن با مادراشون که چادر سرشونه و اینا، یه بابایی هم کلا پاپاقی زدش، یه قمه این به دستش به این بلندی. این قمه ها رو همه خانواده آذربایجان دارن از زمانی که از زمان صفوی برای قمه زدن توی صندوق های چیز نگهداری میشه، صندوق های مخصوص خودشون. یکی از اینا دستش بودیم چیکار میکنی؟ گوه این تبرک میکنی. چی رو تبرک کنی؟ بچه ها رو، این مادرها پدرها این بچه ها رو میوردن جلو، اینجاشون هم تراشیده بودن. این تیغ که میبرد بالا، من مطمئنم دیگه اثر روانیش از ذهن اون بچه دیگه بیرون نمیره، میورد پایین تو سر این بچه. اینم جیغ میکشید و از دو طرف خون و اینا. بعدی کار رو اینجوری بکنیم. رضا شاه تانک گذاشته بود، قدغن کرده بود این کارا رو. یه عده‌ای رفته بودن پشت یه کوهی، قمه‌شون زده بودن و اومده بودن. حتی ساکنان کوی دانادل که ذکرشون رفت، اینا هم یه دسته رو انداخته بودن، اونا هم قمه داشتن خنده داره. و این سنت شده بود، چون اون دسته رو من دیدم که از پشت کوه دارن میان، گفتم اینا کی هم؟ گفت این سنت از زمان رضا شاه شده که قلقن کرد این کارا رو. اینا رفتن پشت کو، حالا یه دمشه میرن به یاد اونا پشت کو. باری و یک مرتبه دیدم یه کسی رفت روی میز و شروع کرد خوندن و اینا، صدای این قمه ها کله ها می آمد مثل صدای پای پرند باران، مثل صدای باران روی شیروانی که میاد. چه صدایی داره این صدای قمه ها؟ اونطوری بود. یه کسی به من نزدیک بود و میزد، گویا زد و بغلش هم زد، یه تیکه اینقدی از کلش جدا شد افتاد پایین. حال من داشت به هم خود و هر صورت چیز برگزار شد و هر صورت که به این وقت بدترین جا، خشنترین جا اردبیله، چون پایتخت صفویان بود و اونجا قمه زدن و اینا. یکی هم بعضی شهرهای اطراف اصفهان هست که اونا هم قمه نمیزنن، ولی یه دو سه روزی از این کارا بر صورت به انجام میرسه. خلاصه مطلب این که روزگاری بود در مراغه و ما آمدیم به تبریز. همونطور که عرض کردم در اون کمتری ها بودم، استعفا ها مرتب چیز میشد. آقای نجعی نجات داشتیم، برادرش هم گویا سپه بود و سرتیپ بود در تهران بود، رئیس پلیس بود که کجا میری و میدونم حقوقا زیاد شده. و یه بخشنامه یه بار اومد که حقوقای افسرهای شهربانی مثلا 1000 تومان 1200 تومان میشه 4000 5000. نمیدونم که این پیشنهادی کرده بود و اینو بخشنامه کرده بودن و پخش کرده بودن به دست افسر رسیده بود، ولی بودجش نبود یا چیز بود. خیلی توبیخ کرده بودن اون آقایی که این پیشنهادی کرده بود و خلاصه اینا رو میفرستن تهران، این استعفا رو. منم خودم هم میمدم تهران، میرفتم گفتن معاون رئیس کل زمریان پور اینجا بود، آقا همچی چیزی میسر نیست، دیده نشده و شما بهتره که این مطلب رو فراموش کنید. اجازه بدید که ما یک برای که کوتاه بگیریم، بعد بقیه داستان استعفا را خدمتتون عرض خواهم کرد تا چند دقیقه دیگه. جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید. با درود دیگر هموطنان گرامی، خاطرات مخلص
عرض کنم که به اونجا رسید که ما شروع کردیم تردد به تهران. رفتم در اون اداره، یه روز گفت که آقا اگر یه پارتی مثل علم در حد علم نداشته باشی میسر نیست چنین چیزی. عرض کنم که اتفاق روزگار، یکی از کسانی که از ما جلوتر بود، ژیمناستیک هم کار میکرد و اینها، این همون ستوان یکم بود که از زندان چند نفر از محکومین رو بر میداره و فرار میکنه. این به کیس من کمک کرد و دنبالش بودم، پیداش هم نمیکردم. کلاش رو در یه ماشین در تهران پیدا کردم ولی نمیدونستم کجاست، تا اینکه انقلاب شد و بالاخره ظاهر شد. عرض کنم که اونم استعفا کرده بود گویا و نپذیرفته بودن. حالا این رو من شنیدم، گفتم ببین عزیزم، من اصلا معتقد به پارتی بازی و مسخره بازی نیستم، من نمیخوام دیگه کار کنم، میخوام برم بیرون از این لباس اینا. گفت که حالا شاید بری پیش رئیس کمکی بکنه و ناامیدی. قبل از ما اونطور که من شنیدم یک افسری دیگر که در اطلاعات کار میکرد، یوری گاگارین، آمده بود ایران. این حافظ یوری گاگارین بود و گفته بود من دلم میخواد بیام آمریکا. گفته بود اگه بیار من کمکت میکنم. من شنیدم اون افسرم توانسته بود، تنها کسی بود که بزنه استعفا رو و قبولونه و بره بیرون. گفتیم خب بیریم پیش رئیس. صمدیان‌پور افسر ارتش بود که لباس شهربانی پوشیده بود، به نظر میاد که شاه سابق به شهربانی اعتماد زیادی نداشت. تمام فرماندهان کل ارتشی بودن. رحیم لاریجانی که دانشکده رو چیز میکرد، عرض کنم که بقیه رؤسای شهربانی هم ارتشی بودن، ایشون هم ارتشی بود ولی لباس شهربانی. ما رفتیم بالا وسط شهربانی، ساختمانی بود که رئیس می نشست و وقتی شما وارد می شدیم این ساختمان، دست چپ جای خطرناکی بود، مرکز مبارزه با از کنم خرابکاران بود. حالا به شما خواهم گفت که چگونه کار ما به اونجا کشید یک شب، اونم خدمتتون میگم، داستان جالبی است. و وارد که می رفتی پایین، دست راست مقام معظم ریاست کل شهربانی. ما رفتیم بالا، دیدیم اون افسری که رئیس شهربانی، رئیس آذربایجان بود اینجاست. گفت اغلوم بوران نمیسن یه همچی چیزی. گفتم که عزیز، گفتم که تیم سر، من انقدر ترکیم خوب نیست که بتونم مکالمه کنم با شما، من مشیده هستم خدمتون رسیدم. گفت بله بله یادم اینا، چیکار میکنی اینجا؟ گفتم که من لازمه که خدمت رئیس برسم. اینا گفت که وقت میگیرم برات، صبر کن. رفت و صحبت کرد و ما رفتیم خدمت ریاست کل. لهجه ترکی، آدم متین و موقر و آدم خیلی خیلی نجیبی بود اون افسر. گفت که پرونده شما رو من دیدم، بسیار پرونده خوبی داره، تازه باید شما ترقی کنی. از این صحبت ها بودم تیم سر از این حرف ها گذشته و من مصمم هستم که این کارو بکنم، برم بیرون از این. گفت که باشه، من سه شنبه ها یا چهار شنبه ها یادم نیست شرفیاب میشم خدمت اعلی حضرت، به عرضشون میرسونم و اگر ایشون موافقت کرد که البته شما مطلع خواهید شد به طریق کارگزینی و اینها. و اینا اینطور بود که پرونده ها در زیر بود، این نبود که شاه بشینه همه اینا رو بخونه. روی این که میچسبید روی اون همه پرونده، میگفت یک مثلا استعفا ستوان مشیدی، دو اخراج مثلا سلمان علیزاده، سه مرخصی رفتن سرلشکر فلان، اینا رو نگاه میکرد، بالاش امضا میکرد. علازه گفت، گفتیم باشه.
و در تهران ماندیم و ببینیم داستان چه میشه. دو روز بعد رفتم دیدم این دوستمون که تو کارگزینی بود اون سرهنگ گفت آقا اعلیحضرت موافقت کرده، اعلیحضرت با شکار استعفا شما موافقت کرده، ما دیگه شروع کردیم خوشحالی کردن اینها. گفت فقط مطلب دو مطلب میمونه، یکی این که شما باید برید دانشکده، هر مخارجی دولت در حق شما کرده محاسبه بشه، ضرب در دو بشه و هر مبلغی بود دفعتن واحده، یعنی یک مرتبه و یک جا نقسطی، بریزید به حساب 1063 یا 1061 چیز شهربانی خیابون فردوسی، اونجا بانکی بود و داخلید. گفتیم باشه، ولی این مایه پول نداشتم. زنگ زدم اینا به مادر که زمین چیزی بفروشیم، داستان این قراره. مادرم اقدام کرد و پول برای ما رسید، البته بعد از اینکه من معلوم کردم چقدر بده کاری داد. رفتم اونجا و خالق پناه رو دیدیم و اینا گفت باید بری پایین. من اون بخش پایین که عرض کردم اردونانس و اینا بود، با این چیزای کهنه، ماشینای کهنه حساب کرد، رابو این تعداد، نمیدونم کمپوت این تعداد، تخم مرغ این تعداد خوردی، یعنی سه سال حساب کردن و زر در دو کرد، یه چیزی حدود نزدیک 40,000 تومان شد، 38,000-39,000 تومان. گفت باید بری، اون زمان خیلی پول زیادی بود، حالا پول یه تخم مرغ، باید بری به حساب 1063 یا 1061 یا یادم نیست، یکی از این دوتا پرداخت کن، چون 12 سال قرارداد داشتی، دولت خرجت کرده، 12 سال تمام نشده، قانون اینه که شما عرض کنم که این جریمه رو بده. این بود که من زنگ زدم به مادر رو اینا و رفتم به حساب 1060 و فلان، پول پرداخت کردم، رسید گرفتم، برگردوندم به همین آفیس. گفت حالا یه مطلبی دیگه مونده، شما باید از شهربانی نامه بگیری که شما این تعداد سال خدمت کردی، که معافی هم بتونی داشته باشی، چون بدون ارائه معافی که نمیتونی بری بیرون، واسه که معافی اداره که معافی میداد روبرو دانشگاه بود، اداره ژاندارمری بود. من نامه رو گرفتم. آها مطلب خیلی مهم یادم رفت، عرض کنم که داستان گذرنامه است که حالا خدمتتون عرض بکنم. من دیدم که خب الان گفتن که یه بار دیگه باید به عرض اعلیحضرت برسه که دستور خارج شدنش، یعنی شما خارج شدید که به امضای اعلیحضرت شما نیروهای مسلح خارج شدید و حق پوشیدن لباس ندارید و از این صحبت ها و اینا، که اونم خب دیگه تش شد و ماند گذرنامه ما. و عرض کنم که همین داستان معافی که من حالا گذرنامه رو اول میگم، ما یه افسری رو دیدیم که در گذرنامه کار میکرد، گفتم میخوام گذرنامه بگیرم. گفت باید ضامن داشته باشی. منم عهد پارتی با نه که ضامن نداشتم، اما نفرت از این داشتم که من این همه سال کار کردم اونجا و دوله دیدم و فلان اینا، شما فقط کردی که ما بریم بیرون. اینم اضافه کنم که هر کس درجهش روی شانش بود، یعنی افسر بود، تصمیم استعفاش با شاه بود، اگر اینجا بود یعنی گروهبان بود یا نمیدونم استوار بود و اینا، فکر کنم فرمانده کل میتونست بگه که خیلی خوب شما استعفا. خدمتتون عرض کنم که گفتم من بعد پارتی بازی این چند داستانه چیه، گفتم برم گذرنامه ببینم چه خبر. رفتم تو اداره گذرنامه، دیدم زهازه خالوی عزیز ما اونجا تند و تند داره میره و میاد. این آقای خالوی ارشد ما بود، دوست عزیز من، مرد بزرگوار،
و الان استاد این دوست عزیز ما از امریکن یونیورسیتی از کنم درس خوند، دکتراش هم گرفت. خالویی یک مرد مردانه منحصر به فردی بود، کردارش و رفتارش و طرز سخن گفتنش اینا عادی نبود مثل بقیه. گاهی با منم گپ میزد که ارشد ما بود اینها، و بچه ها خیلی او رو دوست داشتن. ندیدم که کار فرومایی بکنه، نه کسی رو بازداشت کنه یا نمیدونم از این حرفا. خیلی خیلی وجود نازنین و بزرگواریست آقای خالویی و من مدیون او هستم در این کار گذرنامه، چون اگه من یه روز دیرتر میمدم دیگه هرگز نمیمدم به خاطر داستانی که بعد خواهم گفت که داستان چه بود. اگه ما رو به این بنده رو ساواکی ها میگرفتن کباب میکردن، نه اینکه ببرن بکشن، نادن رو آسمون کباب میکرد. حالا میگم چرا 6 ساعت من زود اومدم بیرون، چون 6 ساعت بعد که من پرواز کردم با افرانس دستور دستگیری و چیز خروج ما صادر شده بود از مقامات بالا. که عرض میکنم حالا دلالش چی بود. عرض شد خدمت شما که خالویی گفت ما شیری اینجا چی کار میکنی؟ گفتم که دنبال گذرنامه من دارم میرم، بار شنیدم و اینا. یه دقیقه صبر کن. هیچ موقع من این لطفی که این عزیز و این دوست نازنین و محترم کرد من فراموش نمی‌کنم. گفت یه دقیقه صبر کن. باور کنید به 7 دقیقه نرسید که گذرنامه ما مهر شده و امضا شده. خالویی داد دست من. سپاسگزاری میکنم از این مرد بزرگ. من یه پرنده ایم رو هوا، عرض کنم دارم پرواز میکنم، غافل از اینکه چی برا ما امشب دارن میپزن، داستان چی هست، امشب چه اتفاقی خواهد افتاد. میرفتم خونه محمد عبدی، دو تا همشیره من تهران داشتم اما عمدتا میرفتم پیش عبدی، کلاسی هم دوره شعر میخوندیم، حرف میزدیم، صحبت میکردیم اینها. با طبق معمول رفتیم منزل عبدی و دوستانم جمع شدن، چون من میشناختم تیر نمیشناختم. یه حسین زرگر بود، عرض کنم که یه محمد هاشمی بود که نویسنده نمایشنامه بود، اصفهانی بود. این یه چیزی نوشته بود به نام زریسیا، نمایشنامه داده بود تلفن ثابت پاسال، اونا نمایشنامه کرده بودن و پخش میکردن. نگو این زریسیا داستان ساواکی هاست. ساواکی ها هفته سوم فهمیده ای کار خودمونه که این خودمونیم، این فلان فلان شده، کی بوده بگیرید ببندید. اسمش محمد هاشمیه، کجا میشینه؟ با محمد عبدی، این آپارتمانشونه و چنین و چنان. ساواکی ها فهمیدن که این کجاست، این تو همون خونه زندگی میکرد. این سه نفر بودن در اون آپارتمان نسبتا بزرگ، یکی محمد بود، یکی حسین امیر شمس بود، یکی محمد هاشم اصفهانی. رفتیم اونجا نشستیم، بقیه دوستانم جمع شدن. این ماجرا خیلی جالبه. جمع شدن گفتم بچه ها من میرم بیرون جوجه کباب و ودکا میگیریم برمیگردم. رفتم دیدم دوستت که در تبریز داشتم آقای قورچیان سلطان یکم، مرد نیک، پسر خوب اینا، با جیانش، یه جیان آبی هم داشت اینجوری، دندش اینجوری. گفتم که قورچیان، گفت ها. گفتم که من دارم میرم، بچه های خیلی خوبی هم دوستان، میخوام تو با اینا آشنا بشی. گفت باشه. اومد جیان پارک کرد و ما چیزار گرفته بودیم و اومدیم با آقای قورچیان اومدیم بالا. یه آدمی که من نمیشناسم حشیش درست کرد، حشیش لایه چیز لایه کاغذ دیگه، یه سیگار درست کرد کشید و این کشید و من هیچ موقع وارد این مسائل نشدم، حشیش و مشیش و اینا دو ودکا میخورد. اولان و قورچیان هم که اصلا اهل این کار نبود، یه پکم زد و این آقا و اینا و
گورچان خیلی خندید، چون از چیز هشیش این است که وقتی یکی جوکی بشنوی 50 برابر میکنه بخند، اینقدر بخندی که رودا در بگید. گورچان خوابش بود، غریب خوابید و ما همچی که صحبت داشته میکردیم نگاه کردم به این دوست، دیدم لوله مسلسل گردن یه کسی و یه عده زیادی دارن میگردن، کتاب ها رو میندازن پایین. اینا دوتاشون منو میشناختن، یکی سپانلو بود که ویولونیست بود که قبلا نامش بردن و یکی دیگه. من یه اشتباه بزرگ کردم اینجا، اینا یه رئیسی داشتن داشت دستور میده، اینا رفتم گفتم آقا من افسر مستعفی هم، من نمیدونم شما برای چی اینجا هستین، داستان چیه، ولی من دستی داری، من دوست من اینجاست، من بایدونم. فوری بیسیم به تیمسار زند کریمی که یک آدم فرومایه یه وجبی بود که این رئیس و داست وحشتناک بود روزگار در اون، در اون برهه، یعنی طوری بود که اگه کسی سنیکر پاش بود میگرفتن تو خیابون، میوردن تو همین اداره و با توپ و تشر و اینا چیز هویت میکردن و بندوبسات و اینا که کی هستی کی نیستی. و 50 نفر از هم دورای ما رفتن تو همین کار و تعدادشون هم اعدام شدن وقتی آخونده اومدن، مثل شکربی و بقیه. بله عرض کنم که با این زند کریمی صحبت کرد که یه افسر مستعفی هم گفت همه رو بیارین. اینا کتابا رو جمع کردن، همه کتابای هاشمی و اینا رو توبره کردن و رفتیم دیدیم مینیبوس منتظره با منتظره با منم کت شلوار کروات بودم اون شب اون روز. چشما همه رو بستن جز چشمای من و ابدی رو، چون ما افسر شهربانی بودیم، به هر حال اینا شهربانی بودن، میدونستیم کجا داریم میریم، اونا که میدونستیم تعدادی بودن، خلاصه ابدی بود و قورچیان چشاش بستن و اینا. رفتیم در این اداره، من رو پیاده کردن، نفهمیدم اونا رو دقیقا کجا بردن، ولی تعدادشون آورده بودن تو همین اداره قبل از که من با چیز وارد بشم. بعد منو وارد کردن، دست چپ یه افسر نگهبانی هم اون نشسته بود، آمد گفت که من رفتم جلو، گفت که جناب سروان شما کرواتتون رو با اون چه در جیبتون داریم بذاریم اون میست. گفتم که بسیار خوب، حالا اصلا تو باغ نیستم که کجا هستم، این داستان چی بود، به شکل مسخره نگاه میکرد، در بردیم اون تو جیب اون بود یا هرچی گذاشتیم رو میز و کروات هم باز کردیم، گفت اتاق ایشون رو به ایشون نشون بدید. اتاق اینو بیشون، من گفتم خب یه اتاقی هست میخواد این صبح خب میشه میریم بیریم. از فلده ها رفتیم بالا، من شب جهنم رو اون شب دیدم، رفتیم بالا، رفتیم از طبقه اول که خب هیچی، طبقه دوم هم رد شدیم، طبقه پاسمانن دنبال من بود با اسلحه، منم جلو میرفتم. یک مرتبه ما مقابل یه سوراخی واقع شدیم، طولش 2 متر، عرضش 1 متر، در فولادی، یه سوراخی به اندازه یه دوریالی اینجا بود. گفت بفرمایید تو. گفتم من برم این تو؟ گفتم جسد من میره این تو، تو بیا برو این تو، خجالت داره. ما نشستیم منزل دوستمون، داد و بیداد کردن، رفقا شنیده بودن. گفت سب کن. رفت پاسبانه، رفت و واقعا اگه من بهترم تو اون شب میمردم، چون من فوبیای جای تنگ دارم. خیلی اتفاق افتاد که موقع امتحانات نهایی یهو صندلی‌ها رو که با فاصله مسافت داشتن گذاشتن مقابل دیوار، من نشستم دیدم اصلا فکرم کار نمی‌کنه، دیواره اینجاست، بلند می‌شدم میگفتم آقا من نمیتونم اینجا فکر کنم، میبردم داشتم چون سوراخ. ببین چه آدمای بزرگی تو این سوراخ مردن و چه آدمای بزرگی تو این سوراخ بود، اصلا وضع مملکت لرزان بود، این ساواک به جان و مال و حیثیت مردم مسلط شده بود و هر شب بمب افکنی و نمیدونم کتککاری و نمیدونم تیراندازی و اینا، بابا چه خبر بود. یه نفر اومده بود چماق به دست گرفته بود، همه باعثی که نوکری اون یه نفر میکردن، ساواک هم چیز شده بود،
توسعه پیدا کرده بود، اینا تیمای مختلف میرفتن و اینا. حتی این رزاقی دوست من که دو بارم در این برنامه بوده، آقای رزاقی، این تو اداره محاسبات و این چیزا بود دیگه. گفته بودن نه اونجا باید خدمت کنه و وقت ما تمام شد متاسفانه که به شما بگم در اونجا چه گذشت. از شبت که سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سفر عزیز بسیار سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردم. تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.